به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد دست شویم شماره واتساب ما را یادداشت کنید که اگر سوالی داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید شماره را یادداشت کنید شماره ما هست 209647802554013 شما از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید اما شاگردای عزیز در جلسه ششم قرار داریم دیگه در جلسه قبل اگر یادتون باشه ما فصل اول خلاص کردیم در فصل اول موضوع چی بود حرارت و اثرات حرارت روی مواد دیگه چی مطالب را یاد گرفتیم یک مرور بسیار کوتاه داشته باشیم ما در فصل قبل یاد گرفتیم که حرارت تعریفش چیه تعریفش چی بود حرارت نوعی انرژی بود که بر اثر اختلاف درجه حرارت بین دو جسم مبادله میشد دیگه صحیح واحد اندازه‌گیریش هم ژول بود خب در ادامه در رابطه با های مواد صحبت کردیم جامد مایع و گاز تغییر حالت را گفتیم گفتیم که وقتی یک ماده از یک حالت به یک حالت دیگه میره تغییر فاز انجام میگیره دیگه مثلا مایع به گاز چی میشد تبخیر میشد دیگه خب این مطالب گفتیم اما یک سوال مطرح کنم ببینم که واقعا شما درس جلسه قبل خوب یاد گرفتید که حتما خوب یاد گرفتید سوال من یه. چرا برف روی قله کوها دیرتر از بقیه جاها آب میشه پی سوال من فکر کنید با توجه به آموخته در فصل قبلی شاگردای عزیز ما صرفا نباید تعاریف و حفظ کنیم و فرمولا رو حفظ کنیم و مسائل حل کنیم چون فیزیک ما قبلا هم تعریف کردیم فیزیک چیه فیزیک علم طبیعت دیگه ما مطالب خودمان باید بتانیم با طبیعت سنخیت بدیم دیگه میتونیم دلیل بیاریم برای پدیده های طبیعی که در اطراف ما موجود هستن خب سوال چی بود؟ چرا برف روی قله کوها دیرتر آب میشن؟ آفرین بر شما آفرین علت اینه که ما گفتیم در ارتفاعات یعنی هرچی ارتفاع بالا میره فشار نسبت به نقاط سطح دریا کمتر میشه و هرچی فشار کمتر میشه نقطه زوب بالاتر میره دیگه صحیح شد علت همیه دیگه در ارتفاعات در قله کوها فشار هوا خیلی کمه و باعث میشه نقطه ذوب برف هم بالاتر بره و برف دیرتر آب بشه این مطالبی بود که در جلسه در فصل قبل با هم دیگه یاد گرفتیم اما وارد فصل دوم میشیم با موضوع انتقال حرارت در جلسه ششم قرار داریم و قصد داریم در رابطه با طریقه های انتقال حرارت با شما عزیزان صحبت داشته باشیم پس با ما در این جلسه همراه باشیم خب قبل از اینکه وارد طریقه های انتقال حرارت شویم یک سوال مطرح میکنیم به نظر شما چه زمانی حرارت انتقال پیدا میکنه؟ با توجه به تعریف حرارت که در فصل قبل داشتیم دیگه چه زمانی حرارت انتقال پیدا میکنه تعریفش توی ذهن خودتان بیاورید و این سوال جواب بدید آفرین بر شما زمانی که بین دو جسم یا بین یک جسم و محیط اطراف خودش اختلافی درجه حرارتی وجود داشته باشه اینجایی که حرارت انتقال پیدا میکنه و از جسم گرم به جسم سرد انتقال میابه خب حالا طریقه های انتقال حرارت چیا میتونه باشه سه تا روش ما میگیم روش کاندکشن هست روش کانوکشن و روش ریدیشن که سه تا روش با همدیگه بررسی میکنیم و شما باید بعد از این جلسه تشخیص بدین که هر مثالی که ما زدیم چی نوع انتقال حرارتی در او انجام گرفته اولین روش انتقال حرارت روش هدایت یا کاندکشن خب به چه معنای نگاه کنید شاگردای عزیز وقتی که شما دو جسم داشته باشید این دو جسم با همدیگه تماس فیزیکی برقرار کنن حتما تماس فیزیکی برقرار کنن در این حالت حرارت از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه شاید سوال پرسان کنید که این انتقال حرارت تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که درجه حرارت هر دو جسم یکسان شود یعنی تا زمانی که اختلاف درجه حرارت وجود داره این انتقال ادامه پیدا میکنه چی زمانی متوقف میشه زمانی که درجه حرارت هر دو جسم یکسان شود اما مکانیزم کار به چه صورته مکانیزم کار به این صورته که وقتی جسم گرم با جسم سرد تماس فیزیکی برقرار میکنه در واقع مالیکول هایی که تماس پیدا کردن با جسم گرم اینها گرم میشن انرژی جنبشیشون زیاد میشه دامنه حرکتی اینها دامنه اهتزازشون زیاد میشه و اینها با مالیکول های بعدی برخورد میکنن مالیکول های بعدی را هم گرم میکنن این مالیکول ها با مالیکول های بعدتر از خودشان برخورد میکنن و به همین ترتیب کل جسم گرم میشه دیگه پس در روش انتقال حرارت از طریق هدایت یا کاندکشن شما میبینید که این برخورد مالیکول ها که باعث انتقال حرارت میشه مثال بزنیم مثلا شما یک میله فلزی را یک انجام میشه با دست خودتان بگیرین یک انتهای دیگه شه روی یک حرارت قرار بدین یک حرارت ملایم ها خب بعد از یک مدتی شما میدین که دست شما میسوزه و شما سریع میله را رها میکنید اینجایی که ما میگیم انتقال حرارت به روش هدایت انجام شده چرا شما این میله فلزی رو در تماس مستقیم با حرارت قرار دادیم اما یک نکته بسیار بسیار مهم هم میخوایم با همدیگه در روش هدایت یاد بگیریم اون نکته اینه که در روش هدایت شاگردای عزیز انتقال در سه تا حالت ماده یکسان نیسته خب به چه صورتن در مواد جامد شاگرد از چون فاصله بین مالیکول ها کم است پس این انتقال حرارت هدایتی بهتر انجام میشه در مایعات چون فاصله بین مالیکول ها زیاده پس انتقال ضعیفتری داریم در گاز ها که اصلا فاصله بین مالیکول ها دیگه خیلی زیاده انتقال بسیار بسیار ضعیف هست در روش حرارت هدایتی دیگه شاید های عزیز ما میدانیم که هوا یک عایق بسیار خوبه یعنی یک رسانه نیست نمیتونه حرارت منتقل کنه چرا عایقه چون که فاصله بین مولکول هایش زیاده و همچنین یک نکته دیگه هم به شما میگم در بین مواد جامد هم فقط فلزات هسته که حرارت به خوبی انتقال میده و مواد مثل چوب مثل شیشه مثل پلاستیک اینها نمیتونن انتقال دهنده خوبی برای حرارت باشن حالا علتش باز در سینف های بعدی یاد میگیریم خب با توجه به مطالبی که گفتیم چند تا سوال مطرح میکنیم با همدیگه جواب بدیم دستگیره برخی از این ظرف را اگه در خانه نگاه کرده باشین نا پلاستیکی ساخته شدن خب علتش چیه؟ شاید با خودتون میگه خب معلومه علت اینه که دست ما نسوزه این تعریف علت آمیانش هست ما میخوایم از لحاظ فیزیک این بررسی کنیم دیگه ما علمی به قضیه نگاه کنیم علتش چیه علتش رو یاد گرفتیم چون فلزات انتقال دنده خوب حرارتن شما اگه به بدنه ای دست بزنین دستان میسوزن. این ظرفا دست بزنید دستتون میسوزه اما دستگیره این ظرفا چون از پلاستیک ساخته شدن پلاستیک هم گفتیم انتقال دهنده خوبی برای حرارت نیست و ما میتونیم به راحتی ظرف ها را جابجا کنیم دیگه صحیح شد سوال بعدی را شما جواب بدین برای ما و به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید سوال ایه چرا در هنگام اره کردن چوب چوب خیلی کمتر از اره گرم میشه شما اگر اره کرده باشید چوبه متوجه میشید دست بزنید بعد از یک مدتی میبینید که چوب خیلی گرم نشده اما اره خیلی داغ آمده دیگه خب علتش چی میتونه باشه با توجه به چیزی که ما گفتیم بهتون سوال بعدی رو باز با هم جواب بدیم گفته برای اینکه کچالو زودتر آب پس شود چی انجام بدن برخی از آشپزها شما دیدین دیگه یک چند تا سیخ کوچک فلزی داخل این ها رد میکنن و یک کچالو رو داخل آب میندازن تا این ها زودتر آب پس شون علتش چیه علتش ما باز هم فکر کنیم همینه که این فلزاتی که ما داخل ها رد میکنیم چون فلز انتقال دهنده خوب حرارته پس باعث میشه که این کچالو زودتر پخته شون یم علتش یک نوع انتقال حرارت دیگر رو میخوایم بررسی کنیم جریان یا کانویکشن هستن در این نوع انتقال شاگرد عزیز سه تا شرط حتما باید برقرار بشه او سه تا شرط چیا هستن؟ شرط اولیه که ماده شما حتما باید مایع و گاز باشه یعنی ما برای جامد هدایت برای جامد انتقال جریان بررسی نمی کنی. پس باید حتما ماده به صورت مایع یا گاز باشه. شرط دوم چیه؟ بین دو نقطه از جسم حتما باید اختلاف درجه حرارتی موجود باشه. شرط سوم اینه که قسمت گرم پایین تر از قسمت سرد قرار گرفته باشه. در این صورت که حرارت از طریق جریان انتقال پیدا میکنه. خب اما مکانیزم کار به چه صورت مکانیزم کار به این صورته که وقتی که یک سیال گرم میشه حالا واژه سیال به چه ما مایع واژه رو آوردیم تا شما آشنا بشین سیال به معنای مایه یا گاز یعنی ماده اگر در حالت مایه و گاز باشه به این میگیم سیال وقتی که یک سیال گرم میشه انبساط پیدا میکنه حجمش زیاد میشه در مقابل کسافتش کم میشه وقتی که کسافتش کم میشه سبک میشه و به سمت بالا حرکت میکنه و یک سیال دیگه جای از او رو میگیره و به همین ترتیب چرخشی که انجام میگیره باعث میشه که کل ماده ای ما گرم شود پس این میشه میکانیزم کار در روش جریان یا کانوکشن نکته مهمی که در این نوع انتقال حرارت وجود داره اینه که شاگردان عزیز در روش جریان حرارت از تغییر طریق تغییر مکان مالیکول ها انجام می گره. در روش قبلی یعنی روش هدایتی ما گفتیم که مالیکول ها این از طریق برخورد با مالیکول های دیگه حرارت انتقال میدن اما در این روش خود مالیکول ها تغییر مکان میدن دیگه کار برای شما گفتیم و همین خاطر در مواد جامد به خاطر او چارچوب حرکتی که مالیکول ها دارن حرارت از طریق جریان انتقال پیدا نمی‌کنه. صحیح شد اما یک نوع انتقال حرارت دیگه داریم به نام تشعشع یا ریدیشن خب شاگردای عزیز در این نوع انتقال حرارت با استفاده از مکانیزم تشعشع انرژی یا حرکت امواج که انتقال پیدا میکنه در واقع در این روش تنها روشی هست که ما نیاز به محیط مادی نداریم در اون دو روش قبلی حتما باید ماده موجود بود اما اینجا ما نیازی به ماده نداریم مثل چی مثلا شما گرمای آفتاب میبینین که از طریق خلا وارد زمین میشه دیگه صحیح پس نیازی به ماده ندارن پس اون روشی که روش انتقال حرارتی که نیازی به ماده نداریم روش تشعشع یا ریدیشن هستن یک نکته بسیار مهم در روش تشعشع اینه که سطح هرچی تیره و ناصاف باشه انرژی تشعشعی را بیشتر به خودش جذب میکنه و در مقابل هرچی سطح شما روشن و صاف باشه انرژی تشعشعی را به خودش کمتر جذب میکنه با توجه به این نکات چند تا سوال با همدیگه جواب بدیم شاگردای عزیز سوال اول یه سوال خوب فکر کنید سوال اینه که در کشورهایی که آب هوای خیلی گرم دارن این نمای بیرون خانه ها را به رنگ سفید در میارن تا حالا به این موضوع فکر کردین علتش چی هسته از لحاظ فیزیک علتش با هم گفتیم دیگه علتش این بود که اگر سطح ما صاف باشه روشن باشه انرژی تشعشعی آفتاب به خودش جذب نمیکنه خیلی کم جذب میکنه و بنابراین داخل خانه ها سرد باقی می میمانه اگر اینها بیان نمای بیرون خانه ها را تیره کنن این هرچی انرژی تشعشعی هسته به خودش جذب میکنه و داخل خانه خیلی گرم و گرم میشه دیگه صحیح شد سوال بعدی را شما برای ما جواب بدید و برای ما و شماره که اعلام کردیم یعنی 2964 780 255 برای ما روان کنید سوال چیه میگه که چرا برف سفید در مقایسه با برفی که کثیف شده مثلا گیلولای گرفته به خودش برف سفید دیرتر ذوب میشه شما میتونید اینا آزمایش هم کنید دیگه فصل زمستان وقتی که برف میباره شما اینو آزمایش کنید میبینید که برف سفید دیرتر آب میشه دیرتر ذوب میشه خب علتش چی میتونه باشه شاگرد عزیز شما پاسخ این سوال برای ما روان کنید اما ما روش های انتقال حرارت ها یاد گرفتیم میخوایم که در این مثال مشخص کنیم که در هر کدام چه نوع انتقال حرارتی صورت گرفته با همدیگه این سوال حل کنیم قسمت اول گفته از دگ بخار و مخزن آب داغ خب شما نگاه کنید فرض کنید که این مخزن دگ بخار مایه داخلش آب قرار دادیم میخوایم ببینیم که از مخزن به این آبی که داغ شده چی نوع انتقالی انجام گرفته اول این آبی که داخل مخزن هست یک سیال دیگه تایی شد بعد قسمت گرم در قسمت پایین تر قرار گرفته بین دو جز هم که اختلاف درجه حرارتی موجوده پس او سه شرطی که در رویش انتقال حرارت از طریق جریان گفتیم اینجا موجود هسته دیگه چه اتفاقی میفته مکانیزم کار به چه صورته مکانیزم کار به این صورته که یه قسمت پایین مایع با گرفتن حرارت داغ میشه انبساط پیدا میکنه کثافتش کم میشه و به سمت بالا حرکت میکنه به سمت بالا که حرار... حرکت کرد قسمت سرتر دیگه قسمتی که کثافتش بیشتره جای ازیره میگیره و به همین طریق ترتیب انتقالی که انجام میگیره از نوع انتقال نوع جریان هستن اما قسمت دوم چی گفته؟ از بخاری برقی به شخصی که در اتاق نشسته یک بخاری برقی روشن شخص هم داخل اتاق نشسته بعد از یک مدتی احساس گرما میکنه اینجا چی نوع انتقالی انجام گرفته آفرین بر شما انتقال باز هم از طریق جریان هست دیگه صحیح شد قسمت سوم گفته از آتش به ظرف فیلیزی روی آن یک ظرف فیلیزی رو مستقیم در تماس فیزیکی با آتش قرار دادیم ظرف فیلیزی داغ آمده ای از, نو... از کدام نوع انتقال هسته؟ احسن بر شما آفرین بر شما از نوع انتقال به روش هدایت پس ما در این جلسه انواع روش های انتقال حرارت با همدیگه یاد گرفتیم خب شاهیدای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد باز هم اگر سوالی دارید به شماره 2964 780 255 40 برای ما روان کنید ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم تا جلسه بعد همه شما عزیزان بلده پاک می ساریم. موفق پیروز و سربلند باشید